خب دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به این مراسم گیمری ما، مراسمی که میخوایم بهتون GCU گیمری ما سینماتیک یونیورس رو معرفی کنیم. همونطور که میبینید گیمری ما 2 تو سال 2024 قرار منتشر بشه، فیلم پریکوال گیمری ما بیگینز تو سال 2025 و فیلم سیکوال گیمری ما ریترنز تو سال 2026 و تو سال 2027 ما برنامه گیمری ما رایزز رو داریم که قراره یه سریال خیلی بلند بالا باشه. شما اگه سرویس گیمری ما پلاس رو داشته باشید، همه این فیلم و سریال ها رو میتونید تو روز اول ببینید. اما اینا رو بذاریم کنار، تنها چیزی که الان مهمه گیمری ما شوه با اخبار جدید از GTA 6. سلام به همگی، من رضام، خیلی خوش اومدیم به این قسمت از گیمری باشو. ما اون اخبار GCU رو فعلا میذاریم کنار، بریم سراغ اصل مطلب، چیزی که مطمئنم خودتون دنبالشید، اخبار جدید از GTA 6. بله، بالاخره یه سری خبر درست درمون از GTA 6 داریم. از یه سری شایعه شروع میکنیم. آقای جیسون شرایر از بلومبرگ گفته که این اولین بازی GTA که قراره شخصیت زن رو معرفی کنه به عنوان شخصیت پلیبل، یعنی یکی از همون کاراکترهایی که بازیش میکنید، که این یه ذره بین فنها و طرفدارها stir up کرده. چی میگن؟ یعنی مثلا مردم نمیدونن چی فکر کنن، یه سری ها میگن آره خوبه، یه سری ها میگن زن تو بازی GTA مگه ممکنه؟ که خب تا یه حدی مثلا میفهمم چی میگن، چون مثلا گفتن یه ذره قراره بازی مثلا سنسیتیو چی میشه؟ حساس‌تر. آره حساس‌تر بشه، که خب اگه بازی GTA رو کردین دیگه خودتون میدید بازی GTA بازی حساسی نیستن، یه بازی هم که شما هر غلطی دلت بخواد توش میتونی بکنی. اما از اون طرف هم یه چیزی که باعث میشه لازم نباشه نگرانش باشین اینه که گفتن خب قرار دو تا شخصیت تو بازی مثل که باشه، یه زن یه مرد، و این دو تا شخصیت شبیه شخصیت‌های بانی و کلایدن. احتمالاً فیلمشو ندیدید، یه فیلم قدیمیه، اما این دو تا شخصیت خیلی معروفن که اوکی بذار نمونهشو بگم. مثلا جوکر و هارلی کوین، خب جفتشون دیوونن، اسکلن جفتشون، که اگه اینجوری باشه جای واسه نگرانی نیست. و یه چیز باحال دیگه که من عاشق اینم وقتی بازی ها این کارو میکنن، قرار نیست شما از همون اول بازی مثل اینکه یه مپ گنده رو بگیری. اول قراره تو همون شهر میامی باشی، یه شهر خیالی طور میامی، و همون قراره گنده تر و گنده تر بشه، رسما شبیه الدن رینگ اگه بازی کرده باشین، which is perfect. این من عاشق این کارم، چون مثلا از همون اول فکر میکنم خب من انقدر مپ دارم، بعد یو این اضافه میشه و یو این اضافه میشه، همینجوری سورپرایز واسهتون داره. با اینکه همه این شایعات الان اومده بیرون، اما خب هنوزم خبری از تاریخ انتشار بازی نیستش، و اونطوری هم که راکستار گفته خیلی از پروژه هاشون رو کنسل کردن که روی این کار بکنن. من الان فقط دارم فکر میکنم این بازی باید خوب باشه. این یه بازیه که باید مثل بازیای مثلا مثل GTA V موقعی که اومد، یا Red Dead Redemption 2 موقعی که اومد، باید بازی انقلابی باشه، یه چیزی که مثلا یه موو بده. چون اگه نباشه، فرض کن این همه میگن آره ما داریم کل انرژیمونو میذاریم روی این، بعد آقا یه بازی مید میاد بیرون. اوکی، کلی خبر داشتیم از PSVR 2 تو این هفته. یه چند تا قابلیتشو میخوام بهتون بگم. یه قابلیت خیلی جالبی که به نظرم چرا هیچ کسی دیگه بهش فکر نکرده بود، قابلیت سی ثرو فیچره. یعنی شما مثلا فرض کن هدستو گذاشتی، لازم نیست واسه اینکه دور و برتو ببینی هدستو برداری، مثل اینکه با یه سری از دوربینا شما میتونی داخل هدست دور و برتو ببینی، لازم نیست دیگه هدستو برداری که دور و برتو ببینی. و یه چیز جالب دیگه هم انجام دادن، شما میتونید داخل هدست PSVR 2 یه منطقه رو برای خودتون بسازید که مثلا وقتی خارج از اون منطقه دارید میشی بهتون هشدار میده، مثلا یهو با کله نری تو تلویزیون، یه خودتون به اندازه کافی از این کلیپ ها دیدی یارو یا کلش میخوره تو دیوار یا میره تو تلویزیون، تلویزیونشو میشکنه. PSVR 2 قراره دو تا مودم داشته باشه، یکیش VR موده، یکیش سینماتیک موده. VR مود که قراره 360 درجه باشه با 90 یا 120 هرتز که میتونید همه بازی های VR که بخواید توش بازی کنید. و یه چیز جالب دیگه که به نظرم
خیلی خوبه. سینماتیک مودش یعنی شما میتونید بازی غیر وی آر رو تو حالت سینماتیک مود بازی کنید. به نظرم همه این کارهای جدیدی که دارن با هدست وی آر پلی استیشن وی آر 2 میکنن خیلی جالبه و در کل به نظرم تکنولوژی خوبی دارن واسه استفاده میکنن. نظر شما چیه؟ با همه این فیچرهایی که گفتم و خب فیچرهایی که بعداً قرار دوباره معرفی بشن، شما حاضری چقدر واسش پول بدی؟ یعنی فکر میکنی قیمتش چقدر باشه با عقل آدم جور در میاد؟ اوکی، این هفته یه سری خبرهای بد داریم واسه طرفدار استار وارز. بازی استار وارز The Knights of the Old Republic کلی مشکل براش پیش اومده. اولا که این بازی فعلا تا تاریخ نامشخصی تأخیر خورده. به اضافه این، آرت دایرکتور و دیزاین دایرکتور این بازی اخراج شدن و کلی مشکل پشت پرده هم دارن. مثل این که شرکت سازنده این بازی اسپایر که بیشتر معروفه به پورت کردن بازی ها، یه ذره با ساختن این بازی مشکل مثل اینکه داره بهش میخوره و به کارکنانش گفته که فعلا نمیخوایم تمرکزمون رو روی این بازی بذاریم، بیشتر تمرکزمون روی دیل کردن با شرکت ها و برند های دیگه است. یه دمو ساختن و به شرکت لوکاس فیلمز و سونی نشون دادن، اونا خیلی راضی بودن، اما خود شرکت سازنده بازی اسپایر خیلی نه، چون کلی وقت و تایم و انرژی صرفش کردن و مثلا که خیلی قدرتش رو واسه ساخت این بازی ندارن. سر همین سیبر اینتراکتیو که یه شرکت دیگه است داره به اسپایر کمک میکنه واسه ساخت این بازی و اینجوری که به نظر میرسه مثلا که شرکت اصلی سازنده این بازی از اسپایر قرار تغییر بکنه به همین سیبر اینتراکتیو. خب خیلی خوش اومدیم به بخش کامنت خونی سمی هفتگی گیمری ما شو. بریم سراغ کامنت های سمی این هفته تون. یه کامنت خیلی خوبیه، گفتن که به خدا تهیه کننده های مارول دنبال محمودن که به عنوان ادیتور و زیرنویس گذار استخدامش کنن. آ محمود ببین چقدر مردم دوستت دارن، مردم میخوان اون قسمت انگلیسی گیمری ما شو رو. آقا سر منو شیره نمال، من به این راحتی خرده میشه. چرا؟ ببین الان بچه ها حمایتتون رو نسبت به محمود نشون بدید، کامنت بذارید، ازش تعریف کنید، ایشالله یه روزی ما یه اپیزود گیمری ماشو فول انگلیسی واسه تو میذاریم. طبق معمول مردم در مورد سیبیل من کلی نظر داشتن، هرچند برای من مهم نیست، اما میخواستم فقط یه ذره کلیرفای کنم. رضا جریان چیه سیبیل گذاشتی؟ یه سیبیل گذاشته چی مخواه؟ دنبال دقیق فلسفی هست. آره دنبال چی هستی؟ دنبال زیر بغل ماری داداش. سیبیل گذاشتم چون دوست دارم به یه همچین لولی برسم. میدونم هیچ وقت نمیرسم و هیچ کدوم از ما به یه همچین لولی نمیرسیم، اما خوبه. چی میگن؟ آرزو بر جوانان عیب نیست. گفتن که تیم زنهان عزیز قشنگترش تیم بانوان هستش، که زیر همین کامنت دوستمون ما خودمون جواب گذاشتیم که شما اگه رضا رو بشناسیم میدونی همین که جمله رو گفته و منظور رسونده فارسی هم خوشحالیم. رضا خیابانی حرف زده خودش شده. آره داشت میگم اگه شما منو بشناسی، همین که من فقط پوینتم رو اکراس کرد، یعنی همین که منظورم رو رسوندم، شما باید کلات رو بندازی هوا. و این دوستمون هم گفتن که رضا فرار کن، جدیدن گربه ها رو تو گونی میکنن. آره داشت من ترسی ندارم، میتونم با گونی بیان دنبال من و خودم حواسم هست. داره دیگه. خب بریم بخش اخبار کوتاه این هفته. لطفاً بخش اخبار کوتاه حتما بمونید، یه خبر خیلی 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 حیاتی آخرش داریم. یه خبر غیر منتظره تو این هفته داشتیم، این بود که مثلا که شرکت EA داره روی یه بازی اوپن ورلد از بلک پنتر کار میکنه. شرکت گوریلا گیمز سرور دو تا بازی کیلزون شادو فال و لیگ ریگز مشینایزد کامبت رو برای همیشه خاموش میکنه و بالاخره خبر، یعنی این خبر رو من نمیدونم چجور بهتون بگم. بچه ها خون سردیتون حفظ کنید، قشنگ بشینید یه جای لیوان آب قند کنارتون باشه، صدای معروف از بازی روبلاکس به خاطر مشکلات لایسنسینگ قرار عوض بشه و بازی حذف بشه. دیگه خبر بدتر از این هم مگه داری؟ دیگه مگه ممکنه خبر بدتر از این اصلا داشته باشید؟ خب این گیمر ماشو این هفته بود، حتما نظراتتون رو برامون بنویسید. در مورد اون جی تی ای 6 در مورد کل شایعاش میخوام نظراتتون رو بخونم، پس تو کامنت ها یادتون باشه، کامنت ها سمی هم که هفتگی میذارید. من روزا بودم از گیمری ما، خدا نگهدار.